در ارتباط با معنای توپونیم یا نامواژه دنگره، تقریبا سالهای 60 عصر 20 از جانب آرانسکی یک شرح اتیمولوژی پیشنهاد گردیده بود. بنابر اتیمولوژی آرانسکی، نام دنگره شامل دو جزء دن دون، آب و غره غر کوه با افزوده صدانوک ا عبارت است. جزء دون ایرانی باستان اوستو و هندی باستان دانو است. در ارتباط ابایف این نکته را ذکر میکند که صدانوک او پیش از همصدای دماغی یعنی نه چون قویده و صدانوک ا ارتباط میگیرد. ریشه دون یا دن بنابر اندیشه ابایف با گروه ده با اساس فعل دهن در هندی باستان به معنای جاری بودن و چکیدن به کار می رفته است که نمونه آن در هندی باستان دهنواتی یعنی جاری می شود، فارسی باستان دنواتی روان می گردد و فارسی نو دنیدن یعنی گریختن است. در زبان استینی دون به معنای رود و آب می آید که در چندین نام رودها در شکل دن به کار رفته است. تفصیلات تاریخی و اتیمولوژی دون یا دن از جانب ابایف آورده شده است. این واژه ایرانی باستان در نام رود دون همچون دلیل سکونت مردمان ایرانی تبار در این سرزمین کناری دون بوده است که این را نام رودهای دیگری این سرزمین ها مثل آب، دنیپر و دنیستر نیز ثابت می نمایند. همه نام این رودها میراث مشترک زبانهای ایرانی باستان بوده، تنها با واسطه زبانهای ایرانی معنی و ریشه شناسی شدند. بنابر این جزء دن را در نام دنگره می توان همچون وریانت دون با معنای آب دانست. وریانت دن در زبان استینی در ترکیب نام چند از رودها با کار رفته است که این دلیلی استفاده دن بر عوض شکل ایرانی باستان یعنی دون در این سرزمین های زیست مردمان ایرانی شرقی یا خود سکیف ها می باشد. مقایسه شود وریانت دن در زبان استینی و دن در نام دنگره، این قسمت سرزمین تاریخی شرق ایران. جزء دن در نام رودهای دنپریس یعنی دنیپر و دنستروس یعنی دنیستر و معنای رود در زمان سکیف ها بر اساس صوتیات زبان سکیفی شکل گرفته است. نام این رودها را در چنین قالب مرکب واژه سازی در زبان سکیفی ابایف بنابر شکل تاریخی آنها چنین معنی داد کرده است. دنسپیس و دنستروس واژه های مرکب بوده معنای دریای اپر و دریای استرو می دهد. جزء دوم نام دنگره یعنی غره از واژه ایرانی باستان گری، کوه، صخره، تپه، اوستایی گری، کوه، کوسار، فارسی میانه گر، گر، کوه می باشد. قالب و ساختار نام دنگره دلیل خیلی قدیم بودن آن در این سرزمین تاریخی دانسته می شود. این نام از زمان خیلی دور با حفظ هر دو جزء تا به امروز محفوظ مانده است. نام این موضع بنابر موقع جایگیرشوی تاریخی آن در نزدیک کدام یک چشمه این مکان با آب و کوه در اصطلاح زبانهای شرقی ایرانی باستان دنگره محفوظ مانده است که این نام را می توان یکی از دلیل های گسترش زبان های شرقی ایرانی در دوران خیلی دوری تاریخ در این سرزمین معنی داد کرد. باید یادآور شد که در ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان شهرک دنگره مرکز ناحیه دنگره موجود است. تکرار نام دنگره در وادی فرغانه این سرزمین بود و باش مردمان سکایی
و سعودی دلیل تاریخی دیگر در مورد رابطه این دو توپونیم یعنی نوواژه در تاریخ سکونت قوم های ایرانی تبار و گسترش زبان های شرقی ایرانی می باشد.